سلام خیلی خوش اومدین به کانال کریپتو فارسی من علی رضا و امروز میخوام در مورد پروژه صحبت بکنم که داره تبدیل میشه به تیتر اول اخبار توی دنیای ارزهای دیجیتال و توی دنیای بازی های رایانه ای پروژه‌ای که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم پروژه عکس اینفینیتیه که حسابی این روزها سر صدا به پا کرده تو این ویدیو این پروژه رو براتون معرفی میکنم چگونگی ایجاد اکانت و حساب برای بازی تو این پروژه رو معرفی میکنم و یکی از سوال هایی که خیلی از من میپرسند رو بهش جواب میدم اون سوال اینه که آیا واقعا میشه با بازی عکس اینفینیتی کسب درآمد کرد یا نه شاید این پروژه به ما نشون بده که دیگه توصیه قدیمی پدر مادرها که برو درس بخون تا به یه جای برسی شاید دیگه داره رنگ و بوی خودش از دست میده و شاید در آینده پدر مادرها به بچه هاشون توصیه بکنن که پسر جون برو یه ذره بازی کن تا بعدا تو آینده به یه جای برسی با من همراه باشید تا در مورد همه این مسائل بهتون توضیح بدم و دلایل رشد انفجارگونه قیمت توکن اکس رو با هم بررسی بکنیم خب قبل از اینکه شروع بکنیم لطف میکنید اگر کانال من رو لایک و سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهایی که براتون میسازم و میتونه کمکتون بکنه که سود بیشتری تو این بازار به دست بیارید استفاده بکنید. پروژه عکس اینفینیتی در سال 2018 توسط ترانک بوئن، الکساندر لارسن و جفری زیلن بنیان گذاری شد. این سه نفر جزو کسایی بودند که عاشق های کامپیوتری بودند و البته توی برنامه‌نویسی هم بسیار بسیار قهار بودند. آشنایی این سه نفر برمیگرده به زمان کریپتو کیتیز اونجا بود که با همدیگه آشنا شدن و تصمیم گرفتن که یک بازی بسازند که اقتصاد خیلی بهتری نسبت به کریپتو کیتیز داشته باشه توی بلاکچینی باشه که با تعداد های بالا به مشکل بر نخوره و اینکه بتونن خودشون لذت ببرن از بازی کردن این بازی چرا که خودشون قبل از اینکه خودشون رو بنیانگذار یک بازی بلاکچینی بدونن خودشون رو یک بازیکن حرفه‌ای میدونن و البته لازمه بگم که این ادعاشون بیمنطق هم نیست به خاطر اینکه توی بازی کامپیوتری مثل دو تا دو یکی از بهترین‌ها بودن توی آمریکا این افراد میدونستند که برای اینکه یک بازی موفق بشه دو تا چیز لازمه یک پروژه بتونه پروژه سوددهی باشه خیلی از بازی های بلاکچینی یا غیر بلاکچینی هستن که پروژهشون پروژه, پروژه سودی نیست و طبیعیه که پروژه‌ای که سوده نباشه به مرور زمان و با ضرر توی مدت زمان طولانی قطعا ورشکست خواهد شد و نکته دوم اینه که پروژه‌ای که ساخته میشه بهش توجه بشه و از سمت کاربرا علاقه بهش نشون داده بشه و این علاقه میتونه یا به دلیل جذاب بودن و قشنگ بودن گیم پلی باشه یا به دلایل مختلف که این افراد سعی کردن توی, ب... توی بازی اکس اینفینیتی هم یک بازی جذاب و کاربرپسند ارائه بکنند و هم افراد بتونن با کسب درآمد تو این بازی از وقتشون استفاده بکنن و دقیقا به همین دلیل بود که استقبال بسیار بسیار زیادی از عکس اینفینیتی شد و بازی عکس اینفینیتی نه تنها به یک سرگرمی تبدیل شد بلکه توی خیلی از کشورها به یک وسیله برای کسب درآمد تبدیل شده البته شاید این کسب درآمد توی آمریکا و کانادا یا کشورهای اروپایی توسعه یافته خیلی به چشم نیاد ولی توی کشورهای در حال توسعه مثل هند مثل فیلیپین ونزوئلا و ایران خودمون درآمدی که میشه از این بازی کسب کرد قطعا قابل توجه و چشمگیره اگه میخواید بدونید که چقدر از این بازی میشه کسب درآمد کرد من یه تحقیق کوچیکی انجام دادم و در حال حاضر میشه از این بازی چیزی بین 15 میلیون تا 5 میلیون تومن در ماه درآمد کسب کرد البته این به معنی نیست که اول بازی شما همون درآمد سقفو داشته باشید نه دارم میگم در بیشترین حالت و در بالاترین حالت میتونید همچین درآمدی داشته باشید و دلیل اینکه میگم دیگه پدر مادران نباید بچه‌هاشون رو به درس خوندن تشویق کنن بلکه باید بازی کردن تشویق بکنن اینه که یک جوون فیلیپینی به دلیل علاقه زیادش به بازی کردن و بازی کردن توی عکس اینفینیتی تونسته دو تا خونه برای خودش و پدر مادرش بخره و باعث افتخار پدر مادرش بشه اما بذارید واسهتون توضیح بدم که چجوری میشه از این بازی کسب درآمد کرد و اصلا این بازی چطور انجام میشه بازی عکس اینفینیتی یک بازیه که توی بستر NFT ها انجام میشه NFT ها که همون نان فانجبل توکن ها هستن کالاهای دیجیتالی هستند که به صورت یکتا و منحصر به فردن حالا این کالاهای یکتا چی این کالاهای یکتا دقیقاً همین موجوداتی که دارید اینجا میبینید همین موجودات گرد و قلمبه که الهام گرفته شده از بازی پوکمون و دایناسورها و چند تا موجود دیگر به هر کدوم از اینا یک عکسی گفته میشه شما برای اینکه بتونید این بازی رو انجام بدید در حال حاضر احتیاج دارید که سه تا عکسی داشته باشید یعنی سه تا از این موجودات و قیمت این موجودات هم در حال حاضر خیلی زیاد شده من که میخواستم این ویدیو رو براتون بسازم یه سرچی تو اینترنت کردم و چند تا ویدیو مختلف دیدم که مثلا یکیش مال سه ماه پیش بود یکیش یکی یک ماه پیش بود و حتی یکیش مال چند روز پیش بود و به صورت مداوم قیمت این اکسی ها تو این چند ماه زیاد و زیادتر شده جوری که اولین ویدیویی که من دیدم قیمت هر کدوم از این اکسی ها چیزی هلوش 7 دلار بود و ویدیوی قبلی که مربوط به دو ماه پیش بود قیمت هر کدومش 20 دلار بود و ویدیویی که من پریروز دیدم قیمت هر کدوم از این اکسی ها چیزی حلوش 2780 دلار بود و امروز که رفتم توی سایتشون قیمت هر کدوم از این اکسی ها چیزی 40 دلار بود یعنی شما برای خریدن و در اختیار داشتن هر کدوم از این موجودات مپول احتیاج دارید که 300 دلار هزینه بکنید و برای اینکه بتونید این موجودات رو بخرید و سه تا از این موجودات احتیاج دارید و شاید ترین تیمی که میتونید جمع بکنید رو در حال حاضر با 1000 دلار میتونید بخرید اما اگر بخواید اکسی های قوی قویتری بخرید باید مبلغ بیشتر از اینا هزینه بکنید شاید 2000 3000 تا چند هزار دلار هم میتونید هزینه بکنید ولی شما اگر های ضعیف هم داشته باشید میتونید با بازی کردن مداوم و بیشتر عکسیاتون رو قوی و قوی تر بکنید هرچی بازی بیشتری بکنید عکسیاتون قوی تر میشن و درآمد بیشتری هم کسب میکنید جالبه بدونید که تو بعضی از کشورها برای اینکه مردم عادی توانایی خرید عکسی نداشتن یه شرایطی گذاشتن به اسم اسکالرشیپ یا بورسیه که افراد ثروتمند میان و چند تا از این اکسی ها میخرن مثلا یه شخصی تمول مالی داره مثلا 10 تا از این اکسی ها میخره و اینا رو به کسانی میده که عشق بازیان و خوره بازیان و توی بازی کردن استعداد دارن و این افراد 24 ساعت میشینن و با این ها بازی میکنن و نه تنها این ها رو قوی تر میکنن بلکه درآمدم هم کسب میکنن و یه بخشی از درآمدش رو خودشون برداشت میکنن و یه بخشی رو به اون کسی میدن که عکسی ها متعلق به اونه این عکسی ها نه تا نژاد مختلف دارن مثل مثل نژاد گیاه یا نژادهای مختلف و جالبه بدونید که شما با این عکسی هایی که دارید نه تنها میتونید به صورت سه به سه در مقابل دشمن واقعی یا حریف واقعیتون که به صورت آنلاین داره بازی میکنه بازی کنید و کسب درآمد کنید بلکه میتونید با هوش مصنوعی هم مبارزه کنید و هوش مصنوعیشون آکیوش در حد که و قطعا هر بار میبرید و قطعا مقداری توکن SLP بهتون میده صرافی های بزرگی مثل بایننس و چند تا صرافی خیلی بزرگ دیگه مثل FTX میتونید این توکن ها رو خرید و فروش کنید و از این توکن ها سود به دست بیارید اگرچه که مقدار توکنی که میتونید به صورت SLP به صورت روزانه به دست بیارید محدوده اما راهکارهای دیگه ای هم هست که سودتون از این بازی بیشتر بکنید و نکته دیگه ای که خیلی مهمه تو این بازی اینه که شما میتونید با استفاده از عکسی هایی که دارید یک عکسی جدید بسازید و اصطلاحا این عکسی ها بچه دار میشن مثلا یک اکسی باد دارید و یک اکسی پلند یا همون گیاه میتونید با مزدوج کردن این دوتا یک عکسی ترکیبی از این دوتا داشته باشید و مثلا تعداد سه عکسیتون میشه چهار عکسی و اگر یک کدوم از این عکسیا نیاز نداشته باشید میتونید توی بازار بفروشید قیمت عکسیا هم که دیدید توی بازار چقدره گفتم بهتون چیزی اولش 300 دلار و هرچی این عکسیا قوی تر باشن قیمتشون بیشتره این عکسیا اعضای بدنشون هم قابل تغییره و با تغییر دادن اعضای بدن این عکسیا قدرتشون هم تغییر پیدا میکنه همونطور که بهتون گفتم ارزون ترین عکسی الان در حال حاضر چیزی هولوش 330 دلاره ولی گرونترین عکسی هایی که معامله شده قیمتش چیزی بیش از چند ده هزار دلاره پس این نشون میده که توی این بازی در حال سرمایه گذاری هن و در حال کسب سود قطعا میشه این بازی یه بازی آینده دار دونست شاید در حال حاضر این بازی دوچار یک هایپ قیمتیه و خیلی از افراد فقط به خاطر اینکه سرمایهشون زیاد بشه دارن از این بازی استفاده میکنن و احتمال اینکه یک کاهش قیمت هم داشته باشه هر لحظه میشه داشت ولی چیزی که مشخصه در آینده این بازی قطعا یکی از بازیهایی خواهد بود که تعداد کاربرای زیادی خواهد داشت هرچند که همین الانش هم تعداد کاربراش کم نیستن و چیزی هلوش 250 هزار نفر به صورت روزانه بازی اکس اینفینیتی انجام میدن و علاوه بر تفریح کسب درآمد میکنن از این بازی اما پروژه بلاکچینی اکس اینفینیتی دو تا توکن داره یکی توکن AXS و یکی توکن SLP که این توکن ها کاربردهای متفاوتی توی بازی دارن مثلا توکن SLP که مخفف کلمه سویت لاف پوشنه برای این استفاده میشه که شما بتونید از هاتون یه بچه درست بکنید و برای هر بار بچه دار شدن عکسیتون یه مقدار توکن SLP رو باید مصرف بکنید و این توکن ها رو گفتم بهتون دیگه توی بازی با برنده شدن توی بازی های مختلف یا حتی بازی کردن و انجام دادن تسکایی که اون بازی داره به دست میاری و برای اینکه تعداد عکسی ها هم زیاد نشه هر کدوم از این عکسی ها فقط هفت بار میتونن بچه دار بشن و بعد از اون دیگه بچه دار نمیشن و یکی از نکات مهمی که توی قیمت این عکسی ها تاثیر میذاره اینه که این عکسی ها چند بار تا حالا بچه دار شدن و اگر هرچی بیشتر بچه دار شده بوده باشن خب ارزششون طبیعتا کمتره و برای بچه دار شدن بعد هزینه بیشتری بدن هرچی بچه بیشتری بخوام بیارن این پروژه در زمان لانچش چیزی هلوش 900 تا اتریوم تونست جذب سرمایه بکنه که در اون زمان چیزی معادل 650 هزار دلار بود انصافا که تونسته یکی یکی یک این دلارها رو به خوبی خرج بکنه و یک بازی ایجاد بکنه که توجه بی‌نظیری چه از توی دنیای ارزهای دیجیتال چه از توی دنیای بازی‌های رایانه‌ای به خودش جلب بکنه توکن های AXS هم توکن های گاورننس هستند و توی بقیه شرایط بازی ازشون استفاده میشه. و توی روز گذشته یک جهش خیلی شدید قیمتی داشتن و تمامش به خاطر اینه که کاربره خیلی زیادی از سمت از سر سر دنیا دارن به این بازی جذب میشن اما چطور باید این بازی رو انجام بدید برای اینکه بتونید اطلاعات بیشتری راجع به این بازی به دست بیارید و این بازی رو انجام بدید باید برید توی سایت infinitycom وقتی وارد سایت بشید اولا که خود منو که طراحی قشنگ سایتشون به شدت جذب کرد و بعد از اون شما باید این بازی رو بسته به پلتفرمی که می‌خواید ازش استفاده بکنید دانلود بکنید مثلا اگر با کامپیوتر میرید وقتی قسمت پلی رو بزنید به صورت خود به خود بعد از چند ثانیه یک لینک دانلود براتون میاد که با دانلود کردن اون لینک میتونید بازی رو توی کامپیوترتون نصب بکنید البته برای اینکه بتونید توی این بازی تعامل داشته باشید لازمه که کیف پول متامس و کیف پول رونن که مخصوص بلاکچین اکس اینفینیتی هست رو هم دانلود بکنید و با ایمیلتون هم توی این بازی ثبت نام بکنید چیزی که من راجع به این پروژه فکر میکنم اینه که این پروژه پروژه آینده داریه ولی در حال حاضر یک هایپ و توجه شدید بیش از حدی روی این پروژه است و درسته که ممکنه این پروژه توی چند روز آینده هم حتی قیمتش دو برابر بشه یا قیمتش افزایش پیدا بکنه اما احتمالا زمانی این حباب خواهد ترکید و قیمت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد ولی از اون به بعدی که به تدریج میشه در طولانی مدت انتظار اینو داشت که این پروژه بهبود قیمتی بیشتری پیدا بکنه مخصوصا که توکنومیک این پروژه توکنومیک به شدت خوبیه و توضیح این توکنها بین افراد جامعه و تیم سازنده این پروژه و سرمایه این پروژه به خوبی انجام شده اگه میخواید راجع به توکنومیک اطلاعات بیشتری به دست بیارید میتونید این ویدیو رو مشاهده کنید اطلاعات خیلی خوبی راجع به توکنومیک پروژه ها بهتون میده به هر حال اگر دنبال یه جور هیجان و ادونچر هستید میتونید هزار دلار پرداخت بکنید و سه تا اکسی اینفینیتی در حال حاضر خریداری بکنید و با اونها بازی بکنید یا بدید به خواهرزادهتون مثل من که باهاشون بازی بکنن و براتون کسب سود و کسب درآمد بکنه و بعد بچه عکسیاتون هم میتونید توی بازار بفروشید و از اونها هم یه کسب درآمدی بکنید قطعا موفقیتی که پروژه عکس اینفینیتی کسب کرده باعث میشه که افراد خیلی زیادی ترغیب بشن تا بازی های همچون عکس اینفینیتی حالا با شرایط متفاوت بسازن و این میتونه تقاضا برای بازی عکس اینفینیتی رو کمتر بکنه به هر حال ساختن بازی با این شرایط و این جزئیات زمان زیادی طول خواهد کشید این هم تحلیل متفاوت من از بازی بلاکچینی عکس اینفینیتی و آینده احتمالا درخشان این بازی اگه این ویدیو به دردتون خورد کانال لایک و سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو توی شبکه اجتماعی شیر بکنید تا دوستاتونم بتونن از این بازی کسب سود و کسب درآمد بکنن. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید تا برنامه بعدی خداحافظتون.